دلوی بخون که علا پنامه قدرمونو دون که سلامونه خدا دیو کری روغ جور خوشحاله و سی ده از مونگ ده کنداریان و رونو خبره خدای مراولا ده تاشام خبره ونه ده اول شام بیتر چار شام بیزه ساسو پدرانو چو پارکیم نو دیر سنمخ که لکه سرنگا چو پویگی سیاسونو چه کم تیو تکرائی نو حغاز تاسو تا وایم رازم دیار سنمخ که جناب احمد کرزی سیب چه خواخوگی خود لیده چه متاسف آگاهی یافتیم که در اثر وقوع زلزله در ولایت بادغیس شماری از هموطنان عزیز ما متقبل زیان های جانی و مالی شدند که سبب اندو و تاثیر هم گردیده. یعنی زلزله هر رقم بس خدای بخیر که خدای پاک دی پدی وطن باندی و رحمیگی خدای پاک دی نور دغه اغنه که او کردی سی بم تسلیت فوار کرده او دی تجاران و سخی غوختی دی چه سم مالی مرست دا بکی واقعا دغه وقت لاس نیولو دا چه دی خپل افغانان و سر مرست دا بکو بیا دی اللہ دا سی وقت نر اولی چه تاسو وی چه والا که دا سی وقت رو مگم کم مرست دا کبلا رازم یو بل خبر تا چه د امارت اسلامی مرستیال بیان بلال کریمی د امارت اسلامی لوری پر هیڅ یو رسنی یا جورنالیست کوم محدودیت نشته هغوی د اسلامي اصولو پالیسیو معیارونو سره سم فعالیت کولی شي نو کورې ودان موږ هم هڅه کوو چې همدغسې وي انشاءالله همداسې به وي راځو فضلادی مسلمیار ته چې هغه هم خپل په تیوت کې لیکلی دی چې نن مې د مصالحې عالي شورا له پخواني مشر ډاکټر عبدالله عبدالله سره ملاقات درلود په یاد ملاقات کې د نورستان پخوانی والی محترم حافظ عبدالقیوم محترم مولوي عنایت الله بلیغ هم موجود ول د هیوادوالو په ستونزو او د هیواد روان وضعیت مو تفصیلي خبرې اترې وکړې مننه علام ژوندي لره خیر وسئ چې زموږ په غم کې یاستئ راځو فیصله سیم هم یو ځای د کابل ښار ته تللی ما په خیال کوم کلب ته تللی نو او به ګورو چې څه ګزارش موږ ته چمتو کړی آسم صاحب سلام شامت بخیر بیادر صدای به مش نوی آسم جان الو سلامت بخیر باشی میوند عزیز تشکر سلام و عرض ادب خدمت خودت و همچنان هموطنهای عزیز نازنین و مهمان عزیز گرامی که فکر کنم تا هنوز تشریف ناوردن و هموطنهای گل طبق معمول بازم آمدیم به یکی از مجتمعی های ورزشی و خواستیم امشب برنامه تاشام و گزارش تاشام از این جای ورزشی براتون تهیه کنیم امیدوار هستیم از داشته های امروز گزارش ما مستفید شوین دوستا گزارش ما به طور زنده است اگر کدام کمی و کاستی می باشه شما به بزرگواریتون ما را عفو کنین فیصل آسم با صبور عزیز در خدمت شما هستیم قسمی که همه شما در تصویر می بینین اینجا همه جوانا نوجوانا کهن سالا آمدن به ورزش کردن ورزش ثروت است سرمایه است زندگی است همه چیز است تمام استرس مشکلات جنجال ها پریشانی ها را دور می سازه و هم به صحت انسان خیلی مفید است هر کس باید بیاید روزانه یک ساعت نیم ساعت ورزش کنه تا همیشه تن سالم داشته باشه خب حرفا هم فکر کنم کمی بیشتر شد استاد این مجتمع را با خود داریم اینجا مصروف و ورزش هستن صبور جان خواهی میشه کم پیشتر بیاین که با اینا سخن آغاز کنیم سلام علیکم استاد خوب هستین بخیر صحت من قرار بخاری زنده باشی بخیر باشی ببخشین که شما مصروف هم بودین دیگه اما تو ما آمدین دفتن زنده باشی نه بخیر باشی تشکر برنامه تاشام است به طور زنده و مستقیم و ما هر شب از هر ساحه میریم گزارش تهیه میکنیم هموطنهای ما که مصروف هستن و ورزش میکنن یا ده هر مسئولیتی که هستن هر مصروفیتی که دارن سراغ از اونا میریم امشب آمدیم گفتیم خبر شما رو آمدیم بسیار خوش آمدیم دیگه ورزشکاران هم خدا میشم تو صحتمند و تندرست میباشیم بله دنده باش خب از شما میشنویم چقدر اینجا شاگرد دارین چطور است ورزش و علاقه مردم چطور است والا شاگرد خود نام خدا زیاد است دیگه علاقه من زیاد است دیگه تقریبا یک 400 الی یا بیشتر شاگرد است دیگه خوب از جوان ها علاقه مندیشون زیاد شده
به کل ورزش ها نه تنها باده بلداری به کل ورزش ها شکر است خوب است شما استاد فتنس هستین یا بادی بیلدینگ؟ بله هر دوش هست ده یکیش یا ده هر دوش باید آدم باشه مشکل نیست؟ نه نه مشکل نیست به نظر به علاقه و ذوق نفر دانا و شاگرد چند سال میشه که شما ورزش ادامه میدید؟ من ده سال میشه بسیار خوب استاد گل اسم شما رو فکر کنم که نپرسیدم نام من محمد رضا محمد رضا خب محمد رضا عزیز تا حالا در مسابقات هم اشتراک داشتین یا نداشتین علاقه داشتین یا فقط همون تو گوشه نشینی اختیار کردین نه متاسفانه بگم یا خوشبختانه بگم نه تا حالا چیز نکردم شاگردای بوده که بخیر تا یک جای رسانده بوده مدال‌ها را آوردن دیگه اینمی کلام یک استاد دوستان اینمی بسیار مهم است که شاگردش برش یک دستاورد بیاره من او کلان افتخار است دیگه از اینکه دیگه خودش که بیاره شاید افتخار نکنه که یک شاگرد دیگه وقتی که یک شاگردش یک مدال میاره یک افتخار میاره اونمون نتیجه زحمات استادش است دیگه خوشبختانه که در این وقتا گفتین علاقه مردم بیشتر شده به ورزش دلیلش چی میبینه دلیلش یکی که یک استرس شاید استرس به خاطر همین تحولاتی که در کشور ما آمده دیگه یک ذره چیز است مردم روی به ورزش آوردن که از ذره استرسشون چیزشون کمتر شوه در کل خوب است چی توصیه میکنین برای دیگرا توصیه میکنم که ورزش هم مثل یک ضرورت در زندگی خود قرار بدن مثل که انسان به خواب به نان به آب احتیاج داره ورزش هم یک ضرورت است برای انسان باید ورزش کنن که صحتمند باشه ورزش نمیشه نه نه چی میگن صحتمندی سلامتی یا چه رقم ثروت است صحت ثروت عقل سلیم در بدن چیز است صحت ثروت به خیسه خب بسیار خوب از شاگردا میپرسیم از شاگردا شما ببینیم که نادم این میرویس بار خمیج استاد است میرویس جان است یکی از شاگردای سلام علیکم نام خدا چی خوب یک هیکل چی خوب یک قد اندام است شکر بسیار زاد بخیر باشه نظر بعد دور باشه تشکر بسیار زیاد بخیر باشه میرویس جان شما کدام ورزش پیش میبرین ما هم پرورش زیبای اندامه بله بسیار خوب چند سال میشه مدت یک سال میشه از ما یک سال نام خدا دوستا ببینین چی خوب استاد دیگه نه هر کسی که با چی میگه استاد ده هر کار آدم داشته باشه یک جای میرسه اگه به استاد پیش بر آدم باز خدای ناخواسته از برکت استاد جان است که ما تا اینجا رسیدیم بسیار ازش خوش هستیم زیاد تشکری میکنیم از پیش امی ورزشکارا را معمولا استاد متوجه شده باشین که همیشه تو امی خصوصا کسایی که بادی بلری میره هیچ امی اندام خدا چی نمیکنه دیگه تو همیشه کوشش میکنه که یگام لباس های آزاد بپوشه که معلوم نشه اما تو هست نه دیگه یوم نام خدا استاد خوش اومد اگه خوش استاد هستین یعنی نام خدا در یک سال خیلی تغییرات اومده اما تو هست اما تو راست جان استاد تشکر بسیار زیاد برکت استاد جان است زحمت کشیده که ما تو اینجا رسیدیم در مدت یک سال بله مو پشت کار و اخلاص خود شاگردم که باشه استادم باز دلگرمی زیاد میشه بسیار زیاد بله استاد خب تشکر از شما استاد محترم باش که یک دور بزنیم این طرف اگر یک دقیقه وقت داریم اینی طرف یک بزرگوار دوگام است تشکر از شما بخیر باشین یک تصویر از این طرف هم میتونین داشته باشین او نام خدا این دوستا ببینین دیگه سلام علیکم سلام باشین سلامت باشین خوب هستین آماده قربانتون ببخشین که مزاحم تمرین شما هم شدیم در پرارشندام میگه دوستایی که عین وزن برداری میباشن باز اگر مزاحمت کنین جانشان سرد میشه نه خواهش میکنم تو گفتگاه پاملیس و مطالب ضروری زگرد تمرین من خودم کلب نمیرم خواهی اگه هم دفعه از پولی کلب تیر میشه ماشالله هندامک و ورزشی دارین قربان تو پشت بالا پشت هم بترست یا حقیقتش هم بترست یا خودت خوب از دگر کلام تکنیک در جان ما زدی نمیفهم من تا نام خدا خوب یک دوست ما بود یک شوخی هم کنیم که دوستام خسته نشن یک دوست ما بود گفت که همیشه علی جان نام داشت حال یادش بخیر نیست همیشه او را میفتم که تیر شدی از پولی کلاب میگه فاها تیر شده میدم برو سعیز دیگه ما تو همون رقم یک روز میرم سه روز شد سعی میکنیم ببخش نامتانم نپرسیدم نام ما سید تمیم محجوب است یک تن از ورزشکاران در می کلاب بسیار خوب وقت تان زیاد نمیگیریم شما مصروف تمرینتان باشین موفق باشین دیگه خوش شدیم از دیدار شما بخیر باشین
خب هموطنان عزیز وقتم تمام است و ما هم ناچار با شما خدافیزی کنیم. امید که گزارش امشب مورد توجه شما قرار گرفته باشه. فراموش نکنید همیشه برنامه تاشام همه شب گزارش ها را ببینین، نظریات بتین و همچنان به چینل یوتیوب هم سر بزنین. برنامه تاشام گزارشش به نشر میرسه و نظریات نیکتان منتظر هستیم. تا گزارش بعدی خدا نگهدار. دوستای عزیز، باز هم شماره واتساپ ما در روی سکرین های تلویزیون تانه است، 0700-150-300 شماره واتساپ ماست. شما میتونید پیامتان با ما ارسال بکنین و پیامتان پیام ویدئویی البته از 25 الی 30 ثانیه باشه، باید باشه. ما در خدمت شما هستیم. باز هم شنبه تا چهارشنبه در خدمت دوست بسیار خوب ما، ورزشکار خوب با خود داریم. برای این وقفه بعد از وقفه برمیگردیم. ابیام هرکلای تاسو ټول ستړي مشي په خیر او ګرځیدې خبرونه ته کاوش حیدری د شاین اسماین د ټیم هغه څورته وي ګول کیپر او په پښتو کې هم یو بل نوم لري چې د دروازې ساتون کوي لکه چې ورته وایي داسې. خو زموږ ښه دوست ته او ویاړو پرې دغسې دوستانو باندې د هر څه نه مخکې ورته ښه راغلاست وایو. ستړی مشي حیدری صاحب، خیر راغلې خپرونې ته. به نام الله، سلام و عرض و ادب خدمت شما و خدمت تمام بینندگان عزیز تلویزیون آریانا. خوشحال هستیم که امروز با هم هستیم، انشالله یک برنامه خوب داشته باشیم. انشالله. از همه اولتر، پیش از کریپ، از کل چیزا دورتر، من میخوایم یک سوال بپرسم. همین ورزشکارا چرا تو مقبول و فت و کل چیز که میبینی خوشت میاد؟ اما لباس در بدنشان فوتبال میشه. خب در کل ورزش چیزی است که آدم بشاش و اما تو گفته اما خارجا لایتینگ میسازم، چهره آدم نورانی میسازم. وقتی یک شخص ورزشکار میباشه، بدن فت می داشته باشه، یا نمی چربی هایی که در وجود می باشه تمامش مصرف میشه و مهمتر از او بسیار چهره آدم بشاشتر می سازه و وقتی که آدم لباس می پوشه اما بدن که فتینگ میاد او بسیار اما تو خوشایند می باشه برای همگی. خب کسی خوب پرسان نمی کنه که از کدام کریم استفاده می کنه؟ نه تو او حد پرسان نکنه. خب بازم از هم اولتر روسی دو می تون تبریک باشه. رسی دوم نگوین کل خانم ما برنامه رو ببینه، راستی باور کنه که ما رسی دوم کرده. دوست عزیز، از این خاطر میخوایم حیدری صاحب کم آزار اذیت کنم که امروز خداوانی را در دست ما داده و در جایی که شیشته باشیم دیگه باز از یه روز نداریم. کم گپ بزنیم میگه برو که تو پوری شوتت میکنم. و خیر چطور پلان داری با رسی دویم؟ نه خیر، نه شما بیخی جدی گرفتیم موضوع را. ما الحمدلله یک بار ازدواج کردیم و الحمدلله خانم خدا بسیار دوست هم دارم و یک نعمت الهی است که و هم مرا دوست دارم بسیار زیاد. شکر شکر، همیشه خوش و آرام باشید. سلامت باشید. میایم سر ورزش، سر فوتبال. چقدر وقت میشه در ورزش هستین؟ چقدر وقت میشه فوتبال میکنین؟ تقریبا اگر از اون دوره اولیه اگر حساب کنیم 16 سالم بیشتر میشه که ورزش میکنم. اما خوبی ای است که از اون دوره که ما فوتبال را آغاز کردیم، از اون دوره تا به حال ورزش را به شکل حرفه‌ایش آموختیم. خب بله صاحب. چرا فوتبال انتخاب کردین؟ خب اینا شما بهتر میدونید، من میدونم که شاه ورزش‌ها در دنیا فوتبال است. قبل از فوتبال من علاقمند به کرکت بودم، چون پاکستان زندگی کردیم علاقمند کرکت زیاد بودم، میخواستم یک کرکتر عالی شوم. اما نظر به علاقه که داشتم و نظر به مشورت های دوستایی که از اون دوره که آمدیم با هم فوتبال بازی کردیم، مربی های ما که مثلا ما را ارزیابی کردن، اونا به همی باور شدن که ما باید یک گلکیپر باشم، چرا که امون توانایی را در وجود من میدیدن. بله، چطور شد که شما دروازه‌بانی را انتخاب کنین؟ اگر این نام خدا اگر چیز باشه خوب فالوورد خوب بیکم بوده میتونین؟ بله صاحب، خب شاید قسمت همی بوده مایمان صاحب، به خاطر از اینکه ما یاد میاد وقتی که من به کانون آموزشی و ورزشی اندکش دعوت شدم، یک کانون بود که از طرف آلمان حمایت میشد در سال 2006. بله. ما در اون وقت مربی وقت مرا دعوت کرد به تیم، فکر کنم سن ما بسیار خرد بود، 12 13 سال داشتم.
اونا ما را اول در میدان استفاده کردن. خوب. در میدان فوتبال کردیم. بعد از او گفتن شما خیلی گل هم یک بار بشی که ارجابی کنیم. راستی تیم ما گلکیپر هم نداشت. خوب. دیگه از همون زمان ما چند روز در گل ششتم، علاقمندی بام بیشتر به دروازه‌بانی شد و مربی که ما را ارزیابی کردن اونا از همون دوره ما را گفتن تو باید دروازه‌بانی کنی چرا که در این بخش بیشتر استعداد داری و الحمدلله از همون سن سال به تیم‌های ملی رده سن 14 سال، 16 سال، 17 سال، 19 سال، 21 سال حتی تیم ملی بزرگسالان را یافتم. بسیار خوب، همیشه کامل و موفق باشی. ادری صاحب، کدام وقت شده که گل از قصد لا داده باشی؟ گفتی کدام تا قصد کرده باشی و کلافر بیا باز تا کیس خود پارتیز خود داده باشی؟ سوالی بگیر، امکان نداره در مسابقه که آدم وقتی داخل مسابقه میشه اشتباهات فردی انجام شده است پیشون، اشتباه فردی بوده اما هیچ وقت قصدن گل لا نکردیم. حتی یادم میاد که برادرم رامین جان یادش بخیر اونا یک فوروارد بسیار عالی بودن اما به خاطر از اینکه حریفم بود با هم مسابقه میکردیم، او عضو باشگاه سرمیاش بود، من عضو باشگاه اردو بودم، با هم بازی میکردیم ولی هیچ وقت تو قصدن من تصمیم نداشتم برش گل ایلا کنم اما در مقابلش تا حد توانایی که مثلا داشتم رقابت میکردم. بله. اجازه نمیدادم گل بزنم. خب بسیار خوب. ادری صاحب، ما زیادتره که دوستا رو میبینم علاقه مند دو نفر زیاد هستن، میسی و رونالدو. باز ما خدای گپ باشد ایشم فوتبالت نمیبینم، شوق علاقم کتش خیلی زیاد است و زیاتر مسابقات از دو بجه شو یک بجه شو. بله. حتی دوستای ما خواب میشن باز موبایل ایار میکنه که مگه مسابقه است، باز میگه برو بیادر سواب از خبر بشم کی برد کی نبرد. شما علاقه مند کدام تیم هسته؟ شما خوش دارین که با کی بازی کنین؟ نمو اگر کسی اگر روزوی دل خدا داره. خب ما تا حال در بیشتری مصاحبه یاد کردیم ولی موضوع یاد نکردیم. من اون دوره که در تیم هندوکش بودم 12-13 سال سن داشتم. ما راستش از اون دوره او وقت ما دشتیوی داشتیم بازی های ریال مادرید تعقیب میکردم، خصوصا دروازه‌بان ایکارکاسیاس. ایکارکاسیاس تعقیب میکردم، تمریناتش میدیدم، مسابقاتش میدیدم. با وجود که یک قد بلند نداشت، من بسیار دروازه‌بان عالی بود، از همون زمان بر من الگو بود ایکارکاسیاس و بازیکن علاقه مام کریستیانو رونالدو از تیم مورد علاقه مام ریال مادرید و لیورپول. به شک اگر رونالدو بیایه و در مسابقه هم روید باشه چطور با او کدام گل اعلام میتی؟ حالی 100% افتخار بزرگ است. اولش خود نمیمانمش رونالدو را. بعد از او اگه دوستانه برش مجبور است ملا بتونه اگه یک چشمک پیش از چهار بزل. بله سا قربانت حیدری صاحب. میم سر امروز سوالا دیگه نوبت ماست دیگه. امروز ما شما میپرسم چیزی که هست و چیزی که بینندوی ما در دلشان سوالا زیاد میگردن. پیش از اینکه شاهین آسمایی بودین، پیش از این در کدام تیم بازی کردین؟ در کدام تیم ها بودین؟ منظور شما یعنی قبل از آغاز مسابقات لیگ برتر افغانستان؟ قبل از او گفتم عضویت تیم کانون آموزشی ورزشی هندوکش داشتم که او اصلا در لیگا شامل نبود، وقت فقط اکادمی فوتبال بود. اما بعد از او ما به تیم اردو دعوت شدم که اردوی کابل یکی از بهترین تیم‌های افغانستان بود در وقتش، چندین مرتبه قهرمان افغانستان شده بود. که بعد از اردو ما به تیم سرمیاش دعوت شدم که فلحال هم عضویت تیم فوتبال شاهین آسمایی را دارم و هم تیم فوتبال سرمیاش دارم که خوشبختانه بعد از اینکه ما به تیم سرمیاش دعوت شدیم ما افتخارات بسیار زیاد برای کلاب کسب کردیم، از جمله ای که قبلا سرمیاش اصلا هیچ قهرمانی در افتخارات خود نداشت. بله. ولی از وقتی که ما چندین بازیکنان تیم ملی فوتبال افغانستان به تیم سرمیاش دعوت شدیم 8 قهرمانی داریم که خودش یکی از بزرگترین افتخارات باشگاه است. بله. ادریس میم سر یک موضوع جدی که زیادتر دوستان پرسان کردن و ما شما رو که خواستیم و مینمی شما افتخار وطن ماست، شما سرمایه وطن ماستیم. چرا نامتان از تیم ملی خط شده؟ چرا خط خورده؟ چیزی که واقعیت است بیا بیادرانه و نموره بیان میکنیم. خب میمن جان عزیز، ما در بعضی برنامه های خودم از این موضوع یاد کردم اما بیشتری مردم ما فکر میکنه که ما صرف به خاطر خود صدا بلند کردیم. نه خیر، درست است به خاطر خود صدا بلند کردیم اما بیشترین فریادهای ما به خاطر رشد فوتبال بازیکنهای داخل افغانستان است. به خاطر از اینکه من خودم 5-6 سال عضویت تیم ملی فوتبال افغانستان داشتم و در همی اخیرام الحمدلله در 3 سال اخیر پیاپی پشت سر هم بهترین دروازه‌بان افغانستان انتخاب میشم از طرف سازمان لیگ،
اما بدبختانه برتان بگویم که در این 3 سال بعد از اینکه من بهترین دروازه‌بان انتخاب میشم، مربی با بازیکن‌های داخلی عقده‌گشایی میکنه و ما را دعوت نمیکنه. به این خاطر ای خدا تو در قرآن گفته که باید از حقتان دفاع کنیم. بله. و این من حق مسلم خود میدانم. فکر میکنم که مستحق هستم باید به تیم ملی دعوت شم، چرا که من اون نیرو توانایش دارم، نیرو توانایش دارم که بهترین دروازه‌بان افغانستان انتخاب میشم. به این خاطر عقده‌ی شخصی است با چندین بازیکن‌های تیم ملی، بازیکن‌های داخل افغانستان، و همین خاطر به تیم ملی دعوت نمیکنم. شما تم چند نفره که بودین، خصوصا ما شما را تو الگو قرار میدیم، کدام امره به خاطر همین سر تیمیت که تیم ملی یا مربی تیم ملی انت انتقادم کرده بودین، چطور شد و جای گرفت نگرفت؟ والا ما مبارزه خود تا وقتی که زنده هستیم گفتیم مبارزه خود ادامه میدیم، صرف به خاطر از اینه که ما دعوت شوم به تیم ملی بعد از صدایم خاموش شود. نه خیر، نه، صدای ما صدای حق است و فعلا نتیجه خوب داده، به خاطر از اینکه شما خودتون در جریان هستی. انوش دستگیر مربی تیم ملی فوتبال افغانستان، اینا اولتر از همه امو سند مربیگری یوفا یا پروفشنال یوفا، سند مربیگری حرفه‌ای یوفا را اونا دارن نیستن، ندارن. و در قوانین فیفا هم قسمی هست که اگر شما سند مربیگری عرفوی نداشته باشین نمیتونین که مربی تیم ملی باشین. میتونین کمک مربی باشین اما حق قضیه نداره که شما سرمربی تیم ملی فوتبال افغانستان شوی. دیگه صدای ما صدای حق است، ما با مبارزه خود ادامه میدیم و تا وقتی که دم در دست و پای ما هست ما از حق بازیکنهای داخل افغانستان دفاع میکنیم و انشالله با مبارزه خود ادامه میکنیم. انشالله کامیاب هم خواهد شدین. انشالله کسی که بر حق هست سور خداوند کمک میکنه. بدون شک. میریم یک وقفه کوتاه میگیریم، حیدری سی پس برمیگردیم، بازم سر زینه مسائل گپ میزنیم. برزی خواهگو دوستان و یوی دمیتا بعد دمیر اگر زخ پرابانیتا. بازم خوش آمده دوستای عزیز به برنامه تاشام. از شنبه تا چهارشنبه من میوان اقبال همراه مهمانای خوب و همراه تیم کاری خود در خدمت شما هستیم. حیدری سی با ما هست. رزی دوستانو هستیم بیا هم ده کابل خاری و گورد تا تلای ده چه پتام ده او گورو چیر تا ده؟ خسته نباشید دوست عزیز، رفیق گرامی، سلام خدمت هموطنهای نازنین، سلام گرم در این هوای سرد و همچنان سلام خدمت مهمان گرامی. فیصل آسم هستم با صبور جان. بازم امشب آمدیم در ساحه، فکر میکنم سرک سیلو که این طرفش سرک پنتون است و پیشتر از او هم فکر میکنم که طرف دشت برچی و گلایی دواخانه میره. بله. خب صبور عزیز، امشب فکر میکنم که از امی آل احوال امی دکاندارا رو بگیریم بهتر است، چرا که نرفتیم طرف از این مردم ها گله نکنن از ما. بیاییم پیش امی بزرگوار، خودتان بیا امرای من. دوستای عزیز، امی لحظه شما گزارش ما رو به طور زنده میبینین در برنامه تاشام. سلام علیکم صاحب، خوب هستین؟ قرار و قراری است، آرام هستین؟ شکر، زنده باشی، سلامت باشی، زنده باشی. خب در نخست خود اگه معرفی کنی؟ اسم ما امان الله، باشنده کابل. خب امان الله جان، باشنده کابل، چه خوب نام خدا. یک چی میگن، مارکتک بگویم یا یک مغازه که بسیار همتون منظم صفا دارین؟ خیلی بینید، زنده باشی. چطور از دهی شب و روز؟ کاروبار چطور میگذره و خرید و فروش چطور است؟ والا کاروبار بالعموم ضعیف شده، بسیار فرق کرده از سابق کرده، فعلا تقریبا 70% کارا خراب شده، ضعیفه. چطور از کرار میکشه؟ نه والا کرار خوب پوره مشکل است، بسیار بسیار زیاد کم اونه. اینجا که قسمی که دوستا شما میبینین دیگه، انواع و اقسام خوردنی است، از بیسکیت و کیک و نوشابه و امو انرژی باب و دیگه هر چیزایی که لازمه که ضرورت باشه یا نیاز به در خانه باشه اینجا دیده میشه. خب بسیار خوب، برنامه تاشام است.
و ما هر شب میریم سراغ هموطنا، حال احوالشان رو میگیریم در هر نقطه کابل. و دیگه پیام گفتنی داشته باشین؟ ما چیز گفتنی خاصی نداریم. خب بازم یک گفتنی، یک پیام چیز خاص نداریم. ما تو مردم ما کل فعلا از وطن گریزان از بسیار میخوایم که باشن، سرمایه گذاری کنن، کار خوب میشه. توکل به خدا دیگه، حالا قسمت چیزی که باشه مقرر کرده باشه میشه. دیگه اگر باز دوستایی که چهار پاده جیبشان هست یا هم که حرکت کنن برن، دیگه خب باز اینجا باز همی ضربه را این وطن همی مردم میبینه. بله همتر است. تشکر میکنیم مسیح. خوش میکنم. سلامت. با عزت باشین. با اجازه پیشتر میریم دوستا، چون وقت برنامه ما خیلی کم است. اینجا چه خوب گلاسک های مقبول هم دیزاینی مانده دیگه. باز اگه هم روز بیاییم ما تو لالا صبور از همین جگه هم گلاس بگیریم. او رفیق ما را آنه میبینین که منپلی مفروشه. باش تو که خبر از همین جوانه بگیریم. سلام، خوب هستی؟ بخیر صدمن؟ قرار بقراری؟ خیرتی است. شکر. تشکر. منپلی را کیلو چند زختی شده؟ کیلوش 150 روپا. 150 روپا؟ بله ها. نه اقتصادی خواهست، مزید چطور است؟ خوب است، شکرم. خوبش است. خوبشت بله. چطور است؟ در هوای سرد رفیقا میان به خوردن منپلی یا نه؟ میان. خوب است، شکرم. در امیر روزای یک زرک کاروبار کم شده دیگه. کم شده؟ بله در هوای سرد؟ آه ده در حال که برعکس باید زیاد شود دیگه. در دولت صاحب خوب بود یک ذره دیگه، در دولت یک ذره کاروبار کم شده دیگه. مردم واشای خود نگرفتن چی نکردن. خب چه وقت میشه خودت مصروف منپلی فروختن است؟ تقریبا یک دو ماه شد. پیش از او چی کار میکردی؟ پیش از او در دکان بودیم. قد پدرم کجا بودی؟ در دکان قد پدرم. خب در دکان امرای پدر. بله پدر جان چی کار میکرد؟ دکان دارد خوراکه. خوراکه؟ بله. خب یه خوب است دیگه، آدم باید یک مصروفیت برای خود جور. بله دیگه حال نفر دیگه بیست که یک مصروفیت باشه. تشکر از خودت. خواهش میکنم. خدا حافظ. خوب هستی خودت؟ آرام هستی؟ خوب هست خیرتی. بخیر خواستی جان جان؟ منپلی ها هم تو مف مف زده میرید پرسانم نمیکنم. آی خندیوال هست دیگه. خندیوال بود خیره؟ آه مشکل نداره، از موازی نداره. خودت چی کار میکنی؟ خود من شاگرد هتل هستم. خب خیلی ما تو بریم بیا کباب بخوریم. چطور؟ بریم ها. هزار دفعه خدمت هستم ها. ان شاء الله. بخیر باشی. خب دوستای عزیز پیشتر میریم. این بزرگوار را میبینین که مصروف ماهی پختن است. سلام سلام سلام. همی معمولا کسایی که ماهی و قابلی و چیزا جور میکنن متوجه شده باشی که نام خدا خوب همه تو جاندارک میباشن. خوب است. سلام نکلی همه تنها. سلام به خودت. سلامت زنده باشی. زیاد مزاحمت نمیشم. و خودت یک دو تصویر میخوایم از اینجا داشته باشین. خوبه. خسته نباشی. برو کال مایی نسوزنه کال نفر مشتری قار نکنه. خب پیشتر میریم. و این طرف هم همین رستوران تا شما میبینین دوستا عزیز که مرغ و کباب و چیزها هست و داخل رستوران خالی است، کسی نیست، یعنی مشتری کمتر است. اینجا هم یک فروشگاه خوب کلانه. سلام سلام بچین، بیا بیا. رفت دیگه. میخواستم که با دخترک صحبت کنیم، رفت. خب دوستا اینجا هم که میبینین هموطنهای ما هستن کم و بیش. این رستوران نام خدا پر جمع جوش است. سلام علیکم. آرام آرام ایست؟ فضل خداست. چطور هستین؟ چطور که ما را دیدین استاد شدیم؟ ما وظیفیم چندم پارکن است بخاطر از دو. خب من گفتم از دو خونه است بفرمایین. نه 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 نه، چون نصیب او تو نداره، چون بازارش قسمت و نصیب نداره. بله چون تنها نصیب است. دیگر از نصیب دوزی کرده، قسمت نصیب زده، ما خوش نصیب زده. خب بسیار خوب. وقت برنامه کم است. درست است درست است. خب هموطنهای عزیز، امشب یکم حواس ما پرت است گفته ایرانی ها دیگر. امیدوارستم گزارش خوب براتون تهیه کرده باشیم. کدام پیام گفتنی داشته باشین کال شما را استادم کردیم؟ قربان تشکر دیگه، کدام پیام خاص نداریم دیگه. تشکر. با روزای سعادتمندی وطن دارا.
چرا نه؟ ایرا خوب پنج وقت از علای پاک میخواییم که صحیح و سلامت باشیم. شکر شکر الحمدلله یک ذره صلح آرامی آمده در افغانستان با. اما کاروبار همچنان کم شده. توقع داریم از علای پاک از پنج وقت دعا میکنیم از هموطنهای خود که دمی چی باشه که آرزو باشه که انشالله که بخیر بخیر انشالله تشکر بخیر. وقت برنامه تمام است اگر نه چرا نه. خب دوستای عزیز گزارش ما را امشب همینجا به پایان میرسانیم و امیدوارستم گزارش که براتون تهیه کردیم مرو توجهتون قرار گرفته باشه. تا گزارش شبای بعدی یا فردا شب خداوند نگهدارتان باشه. بیا یک تنز همکارای ما آماده ساخته او را میبینیم و تا که اوشو که ولی دیخ پلو هیوادوالو پشونده و موسکار اولو یا و خندار اولو منو نکور موادن چی را سره استی ورزی یا او تنز تا چی دی آریانا ارشیف سخیه چم تو کرده وی گوره بیرتر او کرسی سلام برسن وعلیکم السلام این بیاداره که مریض رو پیش داکتر دیگه هم برده بودیمش این هم نقصه شیسته یکی رو از بیبین از حیده این چی رقم دکتر است؟ خطش خوانده نمیشه یک دکتر ایره که خطش خوانده نشود خود دوای جو چی تاثیر داره؟ دیگه اوچه نبری شد درسته دکتر از چی جور کرده؟ بلا که دانت طرف لالایت بگی نفس بکش عمیق 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 دانت طرف لالایت بگی عمیق عمیق نفس عمیق سوی بیتا سوی لالای آفری خب عمیق عمیق تر دکتر سوی من نقصه دیگه شد پشت دکتر دیگه برده بودیمش هرکس بینی خود از سیاکت نام خدا این گرمان خطش خوانده نمیشه خود چی خواست دوای ازی بر ازی چی فایده خواهد که دوش کنی که دیگه فکرت باشه که پیش تو دکترا مریضت نبری مریضت خو میکشه یعنی من این نسخه یک برای شوش نمیکنم از در دوای زیاد است مگر بتشه که یادش نره شوی نزینی نو قلم بخوره این شوی نمی نو قلم ای بخوره خوب نامش وسیم جان این نسخه اگر کشه بگی نباشی دکتر سر از امی دواخانه پایا فامیدی باز دوای شب پس بیار برو بشالا گل برو خوب میشی برو بچی برو دست شب بگی دست شب بگی سلام علیکم دکتر سر وعلیکم السلام ما میرن این بیمه سر دکتر سو بخی وضعیت از این خراب است وعلیکم سلام وعلیکم وعلیکم میرم اینگیری بیمارسیم آبرو بچه فکر کرمه چای تا بوی میتر چرا این خوب نشد؟ دکتر سو وضعیت بیخی خراب شد خراب شد احکو
پیش کدام دکتر دیگه خب باز نبردیش؟ نه دکتر صاحب. باش دیگه نمیدونست دیگه که دیگه رکم ابتمش گل باره خوب میشه. خوب شد که پیش از او دکتر دیگه نبردیش. امیدی؟ اگه پیش از او میبردی شانه خدای نخواسته مریض وازش خرابتر میشه. اینم من اینم میرم از امی دواخانه بگی؟ ام دفعه ایره پیش از نانی دوایی شبته پیش کدام دکتر دیگه خواه نبردیشه. نه دکتر نه ولی بود خواه نمت میکنه که مریضه میکشه. نه مریضه فیصله میکنه. گفته پیش دیگه دکتر نبر. اونمو دکتر او دفعه دیگه است. برو برو گفته بگم او را بده پیش هر رقم دکتران نبری را که فایده نمی کنم. شالا این همین نسخه را بدیش پیش از نان است. خب تک که پتر جور تیار میشه بکه بچه صدا کودگره بیا بچه که پای دوی میداد ببری. دکتر سلام برسه. وعلیکم السلام. خیرت هست؟ باز نسخه کدام دکتر آوردی؟ نفسه دکتر هم نیست دکتر هم بگیم چهر از پیش دامون بیادرک که مورده بودم برای مریض بود. بله با رضای خدا رفت بود یا هم نفسه ایش کارت ختمش هست. تشکر بسیار زیاد از همکارای ما که طنز بسیار جالبه اومده ساخته بودن تقدیم شما شد. حیدری صاحب میم از دستاوردهایتان شخصی از خودتان چی دستاورد دارین در وقت که شما فوتبال میکنید؟ دستاوردها خو زیاد است، به سطح ملی هم زیاد است، به سطح باشگاهی. به سطح باشگاهی براتون بگویم الحمدلله با شاهین آسمایی ما 6 بار قهرمان تمام افغانستان شدیم که خوشبختانه در 6 بار قهرمانی ما 3 بار پیاپی بهترین دروازه‌بان افغانستان انتخاب شدم که همونطور هم در بخش فوتبال افتخارات زیاد است و در بخش فوتبال ساحلی من خودم بازیکن تیم ملی ساحلی هم بودم که خوشبختانه این یکی از بزرگترین افتخاراتم است که حتی در فوتبال افغانستان هم کسی کسب نکرده مقام چهارمی آسیا در بخش فوتبال ساحلی که ما تونستیم در مسابقات مدال برنز به دست بیاریم. نام خدا میگه کدام دستکش مسکش هم داری؟ دستکش خود زیاد است میوان سایی داری؟ دستکش خود زیاد است کدام میشه میگین طلا نیست مقصد. من جون با ما گفتن که کدام دستکش طلایی یا لخته او فقط همون در روی بازار سکده کدام چیز رنگ را ششتن البته رنگش همون زرد شده طلایی خو اصلی نیست. خو 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 یعنی به نام طلایی دادن به نام طلایی گفته دادن دیگه. خب مقصد هم ارزش معنویش بر ما مهم است. ارزش معنویش بزرگتر است از همه چیز برای ما. چند دستکش داری از او؟ دستکش خود زیاد است. در بخش فوتبال 3 سال پیاپی به دست آوردیم. در بخش ساحلی هم تقریبا 7-8 بار ما از او دستکش به دست آوردیم. به شک نام خدا سلامت باشین. بدترین خاطره تو نمی میپرسم در این فوتبال در این مسابقات رخ داده باشه یا کدام چیز شده باشه؟ همین ورزش سراسر کلش خاطره است. خاطر از اینکه ما در بیشترین مسابقات خارجی اشتراک کردیم، چه مسابقات داخلی بوده چه خارجی بوده. بدترین خاطره همی است که ما سال 2017 با تیم شاهین آسمایی در مسابقات AFC کپ باشگاهی در کشور تاجیکستان اشتراک کردیم که در اون مسابقات ما شایسته ازی بودیم که برنده مسابقات شویم و به مسابقات بعدی پیش بریم که بدبختانه دو بازی انجام دادیم. بازی رفت و برگشت در تاجیکستان بود. اگر برگشت خود افغانستان می بود اینا براتون قول میتم که امکان ازی بود که ما میتونستیم تیم تاجیکستان را شکست بدیم. اما بدبختانه در مسابقه رفت و برگشت فقط یک گل دریافت کردیم که از مسابقات ما عزل شدیم. یکی از خاطرات تلخ ما است که به خاطر از اینکه شایسته بودیم که باید پیش میرفتیم. بله ان شاء الله. ان شاء الله بعد از این امید هم افغانا شما سه و دعاگوی هم افغانا و شما هستن که ان شاء الله مقام و دست بیارین. برزی دوستان و یوی دم تاول دم نچی بیرتر او گرزیده بیا با هم خپروان دم آول داری. خوش آمده دوست عزیز با برنامه برنامه تاشام هست. تاشام هست حیدری صاحب با ما هست و در خدمت شما هستیم. حیدری صاحب چقدر وقت پیش همکار ما سروش جان یکی از نتاقای خوب
ورزش است با آقای کارگر مصاحبه داشتن و گفتن که باز زیاد مردم انتقاد کردن چرا این سوالا نکردین را. او مصاحبه شدیدین شما؟ تا جایی بله صاحب، تا جایی مصاحبه شدیدم، اما انتقادا و این بود که مثلا بیشتری سوال که در ذهن مردم میگرده او سوالا باید از کارگر صاحب میشد. خیر انشالله حل شد، حل میشه انشالله کل موضوعات. میم سر شخصی زندگی تو، که زندگی شخصی تو امروز بیخی تو تلستم و خدا نیفهم چرا. حیدری صاحب، بغیر از فوتبال دیگه چی مصروفیت دارین؟ با کدام کارا مصروف هستین؟ بغیر از فوتبال من خودم 3 سال میشه که از دانشگاه فارغ شدیم و در پالوی ازیام کارمند بودم فدراسیون فوتبال که خوشبختانه آل ما وظیفه خود را ترک کردیم. فعلا فقط ورزش میکنم و در خانه میباشم، کدام مصروفیت خاص ندارم. کدام رشته را خواندید؟ ما رشته اقتصاد یا همون بی بی ای بزنس بچلر ادمنستریشن که تقریبا از طریق همون فوتبالم برای ما یک چانس برابر شد که سکالرشپ خوانده میشه. دیگه بعد از اون که ما از دانشگاه فارغ شدم دنبال وظیفه نبودم راستیشم، دیگه دنبال تمرینات خود بودم، زحمت های بیشتر شد. یعنی کسی که اگر بخواهی که بهترین باشه و از بهترین بودن از مقام خود بخواهی که حفظ کنه باید بسیار زیاد باید زحمت بکشه. دیگه زندگی شخصی ما می است که بیشتر مصروف تمرینات و تحصیلات می باشم. میم سر یک موضوع دیگه ایدری سیب، این موتر لوکس مثال، این مصرف، این چیزها که وظیفه هم نداره، این چی تو میشه؟ فدراسیون هم پیسه داره. مایوان صاحب، من کجا با میار در تکسی آمدیم در برنامه تان؟ موتر ندارم. خب یک لاف زده به حالتی. خب خیر، چند دانه بادیگارد دارین؟ خب کسی که کسی که در تکسی بیا بادیگارد چی کنم مایوان صاحب؟ ایدری صاحب، میم از زندگی شخصی چون همون ورزشکارا را زیاد دوست دارن مردم و یکان دفعه خیلی پرزای خوب خوب هم سرش میره، تو بچه ها و دخترها فرق نمی کنم. دو وقت های سابق برات میگم، کدام پرزی شما سر شما رفته یا کدام گل خورده باشه، کدام تاس پشت سر سرتون صدا کرده باشه، چیز گفته باشه؟ داخل میدان نخیر نه، داخل میدان که میزیادتری تماشاچی ها میامد واقعا علاقمند نبودن، دوست داشتن. در یک مسابقه 1-0 هم پس بدیم بازی فاینال، ولی یک تماشاچی آمد در میدان ابراز محبت کرد، روی ما بوسید که بدبختانه بعد از او بسیار لطم خورد از طرف نیروهای امنیتی که چرا داخل میدان شدی. و بر میگردیم به سوالتون که کسی پرزه رفته و چی داد. بله صاحبا، امون سال که ما مسابقه را در فاینال باختیم، حتی دختران که میدید، بچه هم میدید، هر کس سر سرک میدید میبینی ما رو بریدین، شرم از براتون، چطور در شهر بازار گشته میتونین؟ در حالی که فوتبال خودش همین قانونش است، یا برد است یا باخت است. نباید این گپا را آدم بگویه. فوتبال برد باخت است، ما تا آخرین لحظه زحمت خود میکشیم که برنده مسابقه شیم. بازی برد باخت. بله صاحب، خوشی را بر لبان مردم خود برگردانیم. همی هدف مامی است که بیشترین زحمت در میدان از خود به خرج بدیم. اما این که در بیرون سر ما پرزه میره، دیگه ما ناچار هستیم چیزی گفتن نمیتونیم، مجبور هستیم سر خود پایین بندازیم. بازی اگان تو نگفت که بازی رو باختی و کو کو کواری را میری اگان دایی پرزا بیرفت دلی؟ نخیر نیمایم دیگه از کدوم پرزای دیگه خو نرفتن سرت؟ نخیر تا فعلا خونه تو پرزای چینی نبود. راستیش من خدا در شهر بازار نمیگردم، هم بیشتر فعلا مدام خانه میباشم، مصروف ورزش میکنم خدا و مصروف کتابا انگلیسی میخوانم دیگه، مدام چیزا خدا مصروف میکنم فعلا. خب بسیار خوب، همیشه کامیاب و موفق باشی. کل چیزا بخون، مقصد جورنالیستی را نخونی که در جای ما نشیدی، نام خدا استعداد و کل چیزی شداری. از همت خیر، میم بازم سر زندگی شخصی دیگه، کل شکایت کل چیز خلاص شد. از دوست عزیز امروز با یکی از اعضای تیم ملی افغانستان که بشینی باز اونمو خیلی خوشایند می باشه برات، اونمو لذتش خیلی بالاست و خوشت میاد که امروز چقدر گپ بزنیم. در سوشال میدیا مصروف هستین درست؟ و تیک تاک جور میکنین نمیکنین؟ دی چیزو علاقه دارین ندارین؟ کدام فیلم اگر براتون پیشنهاد شوه آهنگ میشنوین نمیشنوین؟ در سوشال میدیا مصروف هستم درست، هست بیشتر در فیسبوک، اینستاگرام و واتساپ.
خخ دیگه آهنگ میشتم بله بعضی موقع میشتم مخصوصا وقتی که ورزش میکنم اما آهنگایی که انگیزشی است موتیویشنال است بیشتر به آهنگا علاقه دارم آمودم مردم که زیاد داشته باشم میگم خوب است انگیزه میده برام صحیح زک آدم زده صحیح دیگه بدون از اون نمیشه انگیزه از کجا شده شرایط بله دیگه اونم آهنگا رو بله فیلم پیشنهاد شد چرا تو سر نمیگی که باز گزنده پاس گوشی نه داخل جنازه ورزشی کسی ممانعت نمیکنه خخ یعنی آزاد است مشکل نیست نه خیلی و مقصد زمزمه خونه میکنی؟ یکون ذره زمزمه میکنیم خب کس خود چیز نمیگید که بند کرو بیا در بلی زمزمه البته در خانه میکنیم دیگه در بیرون شهر بازار نمیشه دیگه نه دالت ورزش اما قدر زمزمه هم نکنیم دل ما میکفه و بیده دیگه شرایط از ما خب بهترین استودیوی زمزمه ما هم هست خوب است صدای نکاس میکنه بسیار خوب جانست خب دوست عزیز میریم چون یک بانه میخواستم که ادریسه بگوید که بله در صفحات اجتماعی هستیم وقتی یک چند ویدیوهای کوتاه رسیده البته یکان تو برش تک تاک میگه بریم ببینیم خوب یک ویدیوهای خوبش هست و بخاطر از این را تقدیم شما میکنیم که اما یک چند دقیقه بخندین بریم ببینیم پس برکرده چی میکنی؟ باش گرمی شدیم بشار میکشم چند تا کشتی؟ دو تا مذکر یک تا مؤنث مذکر و مؤنث چه چی فهمیدی؟ خود دو تا سر بوتل بیر شده بود یکیش پیش روی آینه صبح هانم میشه در تلفون مصروف هستی هیچ درس نمیخونی با استادت بگویم او نو همیشه در مورد استاد ما گپ میزنی به مادرم بگویم بچه جان مسافر هستم اگه گلاس او بیاری ثوابت میشه بجایش یک کاسه دوغ بیارم آه بیار نیکی پرسش یک کاسه دگام بیارم آه بیار یک کاسه دگام بیارم بچه جان مادرت سرت قار نشه نه کاکا جان در دوغ ما موش افتیده بود بیاز اوسم انداختیم مادر بیا که کاسه نانخوری سگ ما را میده کرد او بچه با وطنم یک جمله بساز او نو استاد دیروز حمام رفتم وطنم رو شستم منظورم توی هستی نی او نو دیروز حمام رفتم وطنم رو شستم و به توی رفتم تشکر همکارای عزیز و تشکر شما بینندگان عزیز که تاییدن با ما هستین حیدری دیگه از ورزش میگذاریم بازم پشت گپای شخصی تانه میگیریم خبر شدیم که فامیل تان در خارج است دق میشین پشتش؟ طبعا 8 سال است که من از فامیلم دور هستم بسیار سخت میگذشت برام یعنی آدم در حالت تنهایی قدر پیشرفت کنه بسیار کار مشکل است کم تحصیلات خدای دوام بتم ورزش خدا به شکل عرفیش 100% که تاثیر منفی داره بر روی یک ورزشکار اما ما محکمتر از او بودیم و همیشه هدف همی بوده که من بیشتر و بیشتر پیشرفت کنم بله کدوم آهنگ هم باز از این مثال استاد سربان یکان تا میشنیده نه که مثال پشت یکان جدایی و پشت کسی که خفه میشد میشنوین در یاد کسی؟ در یادش نمیشم خب من مستقیم برای خود خانم زمزمه میکنم از این که در یادش بخوانی همون خوب است که مستقیم برای زمزمه کنی کدوم آهنگ است اونه؟ خب هر آهنگی که برابر شد ایندی شد ایرانی شد افغانی شد فضا را دیده فضا نظر به محیط دیگه ما این آهنگ خونه می یقی ماره می دیده بسیار یک فضای هر آهنگ بیاره مرسل خب خیر ایدری سیب قربانت بسیار زیاد خوش شدیم بیادر که با ما هستی و شکر که شما را داریم و شما واقعا سرمایه افغانستان هستیم اولادتون رو میخواین که فوتبالر شوند یا نه میخواین یک ورز رشته دیگر انتخاب کنن خب اما طوری که تا با این دم پدر مادرم مرا همیشه حمایت کردن البته همسرم هم همچنان مخصوصا پدر مادرم از کودکی مرا حمایت کردن که تا اینجا برسونم قدر رشد ترقی کنم بله. 100% ما خودم هم میخوایم مثل پدر مادرم یک پدر مادر به اولادم باشم که همیشه در اول در درس تحصیلش کوشا باشم بعد از او کمک به ای بکنم که به یکی از بهترین اکادمیا را بیافه و یک فوتبالر خوب شد تشکر قربانت از اینکه اومدی بسیار زیاد تشکر بیادر شما خوشحال شدم کدوم پیامت پیام دلت میخوایم کوتاه بشنوم اگر چیزی هست کامره آریانا در خدمت تست میتونی خب تو پیام خاص ندارم ایمان صاحب فقط همی که خدا کنه یک روز برسه که افغانستان صلح سرتاسری بیاید و مخصوصا در بخش ورزش
خدا کنه روز برسه که ما ببینیم تمام بازیکنای افغانستان از داخل افغانستان است، چرا که اینا در بین خاک خون و انتحار و انفجار و جنگ زحمت میکشن، مستحق هستن، حق اینا باید حقشان برشان داده شود. قربانت ان شاء الله. بازم تشکر می‌کنم. خب دوستای عزیز، برنامه به پایان رسید و شما هم تشکر که تا ایدام با ما بودین. و شماره واتساپ ما 0700 150 300، شما میتونید پیامای تصویری تان 30 ثانیه ای 25 الی 30 ثانیه با ما ارسال بکنین، ما در خدمت شما هستیم. ورزی تر بلور از تاسو ټول پالاس پرم خوشاله ژوند ولری، دیو موټی افغانستان پیلا، زنده باد افغانستان.